برگزاری فراورده های داخلی زیر عنوان نمایشگاه بهاری خدمات برتر ملی در قصر دارلمان دایر شد. شهروندان و کودکان این نمایشگاه را فرصت برای شاد زیستن یافتند. هدف اساسی و بنیادی این نمایشگاه معرفی تولیدات داخلی و بازاریابی برای فراورده های آنان گفته شده است. اینان از شهروندان می‌خواهند که از محصولات وطن استفاده کرده و از آن نیز حمایت کنند. از محصولات داخلی خود استفاده کنید. محصولات داخلی تان صنایع دستی خودتان رشد می‌کنه و فکر کنین پول خودتان پس به جیب خودتان میره. پول داخل خود کشورتان دوران پیدا می‌کنه. این هم سطح اقتصادتان بلند می‌ره، هم صنعتکار و صنایع دستی تان سطحش بالا می‌بره. بین از محصولات وطنی استفاده کنند و ما را سپورت کنند، چون همه تاجران ما نیاز به سپورت مردم خود دارند و واقعا این تاثیرگذار است که و خوشحال به این هستیم که تمام وطنان ما روزانه به صدها نفر می و از غرفه ما دیدن می کنند و با محصولات ما آشنا می شند. در این میان مدینه یوسفی، یک تن از غرفه‌داران در این نمایشگاه می گوید که کتاب نیاز هر جامعه بوده و از این طریق خواسته تا این فرهنگ را رایج بسازد. هدف ما از آوردن کتاب این بوده که فرهنگ کتابخانی رشد کنه و مردم ما کتاب بخونه، رو به کتابخانی بیاره، چرا که کتاب در خانه نیاز است، هر کس کتاب خوانده باشه همو خانواده کشور همش پیشرفت میکنه و ما یک مسابقه کتابخانی هم برای انداختیم به خاطر همین رشد کتابخانی و فرهنگ کتابخانی. از سوی هم برخی از اشتراک کنندگان میگوید که راه اندازی چنین نمایشگاه ها در بازاریابی تولیدات داخلی برای مردم کشور سودمند بوده و نیز مردم از آن حمایت گسترده نمایند. و هر تجارت کوچک یا تجارت کلانی که باشه نیاز داره که مشتری داشته باشه، به خاطری که مشتری جذب کنه و به خاطری که خدمات و محصولات خود به مردم به نمایش بونه و به مردم نشان بده، نیاز داره تا همچون نمایشگاه های برگزار شه و خدمات خود به مردم به نحوه معرفی بکنن. در چنین نمایشگاه باید حمایت صورت بگیره تا بتواند که تاجری ندید تولیداتی که در داخل افغانستان از آن به نحوه درست استفاده بگیرد و سوی دیگری وقتی که تولیدات داخلی حمایت صورت بگیرد باید رشد اقتصاد مردم و تجار ها می شود و تقاضای ما تجار های ملی همه است. در قسمت کیفیت مواد پیش از پیش باید تلاش کند تا مردم افغانستان از این منبع تولیدات داخلی استفاده کند در حمایت از رشد اقتصاد در کشور. در آغاز سال 1402 قرار داریم و شاهد همچون نمایشگاه بزرگ در قصر دارلمان هستیم. مردمان زیاد از سطح ولایت افغانستان دیدن این نمایشگاه آمدند و از همچون نمایشگاه استقبال خوبی داشتند و همچنان نمایشگاه های خوبی را برگزار بکنند تا بتوانند صنایع داخلی وطن افغانستان را به نمایش بگذارند. فرخنده محیبی، رسانه دی افغانز، کابل افغانستان.